کار ساخت یک سرک در ساحه خواجه بغرای جدید مربوط گذر 21 ناحیه 15 هم از سوی شاروالی کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد آغاز شد. مولوی سراج الدین معاون ناحیه 15 هم گفت ساحه متذکره یکی از ساحات محروم از تسهیلات شهری بوده که با اجرای این پروژه مشکلات باشندگان برطرف شده و به سهولت های اجتماعی و شهری دست خواهند یافت. سرک اول خراب بود، نال سرک بخیر خوبش میشه، کار ما هم جور میشه، سرک هم پاک میشه، از لای لوی مردم جمع میشه، پلاستیک از این چیزا. این پروژه به طول 400 متر با عرض 7.5 متر شامل اعمار آبروهای کناری بوده که طی مدت 75 روز کاری به شکل معیاری و اساسی ساخته خواهد شد. احساس خوشحالی ما اینه که بعد از 15 سال تقریبا نه پروژه 400 متری برای این پروژه منظور شده برای شرک ما. این شرک با مشکلات بسیار دیده مواجه است که از ضرب به خدمات اجتماعی محروم است. از طریق این پروژه برای شماری از شهروندان بیکار در ساحه متذکره زمینه کار نیز مساعد شده است. از طرف شاروالی محترم کابل یک پروژه شغالیابی هم ایجاد شد و همین بسیار گپ افتخار و جای خوشحالی است برای مردم. در همین حال محمد امین حقجو وکیل گذر 21 به نمایندگی از اهالی از اجرای این پروژه ابراز خرسندی و تشکری نموده و تعهد سپرد که در تطبیق بهتر کار پروژه دوشادوش مسئولان شاروالی کابل همکار خواهند بود. برای اولین بار بعد از 14 سال که از ایجاد ازمی پروژه رهایشی شمال میدان که به نام گذر 21 یاد میشه، گذر 21 ناحیه 15 هم از بگذره، اولین پروژه خدماتی یا سرکسازی است که در اینجا تطبیق میشه. این پروژه از سوی شاروالی کابل به حمایت مالی دفتر خدمات پروژوی ملل متحد آغاز شده که به مجموعا 400 متر طول دارند، عرض آن 7.5 متر با شمول ابروها به شکل اساسی و پخته انشالله در ظرف دو نیم ماه به پای اکمال خواهد رسید. بالای از این پروژه حدود 6 میلیون افغانی بودجه مصرف خواهد شد. در ضمن در جریان تطبیق از این پروژه یک تعداد از شهروندان محترم ما شما اهالی از این ساحه که وا اقتصادشان ضعیف هستند و مستحق هستند انشاءالله برایشان زمینه فرصت‌های کاری مساعد خواهد شد و در این پروژه به وظایف گماشته خواهند شد. همچنان با تطبیق شدن از این پروژه مشکلات و چالش‌هایی که اهالی شریف این ساحه با آن مواجه هستند در فصل گرما از وجود گرد و خاک با تهدید امراض گوناگون مواجه بودند و در فصل زمستان در اثر بارندگی ها و برفا از وجود گل لای مدی کوچه ها با آسانی و برو مرو نمی توانستند، انشالله با تطبیق از این پروژه برای اهالی شریف این ساحه زمینه صورت های بیشتر ترانسپورتی و شهری مساعد خواهد شد. به نام یکتای بی همتا، عبدالامین حقجو هستم، وکیل گذر 21. همونطوری که شما شاهد هستین، برای اولین بار بعد از 14 سال که از ایجاد ازمی پروژه رهایشی شمال میدان که به نام گذر 21 یاد میشه، گذر 21 ناحیه 15 هم از بگذره، اولین پروژه خدماتی یا سرکسازی است که در اینجا تطبیق میشه. او هم از طرف مؤسسه یونپس یک پروژه اشتغال زایی است که تعدادی از اهالی گذر میتونند که در اینجا سهم بگیرن و کار بکنن، کسایی که مستحق هستند. ضمن ما وسعت از این پروژه یا ساحه از این پروژه خیلی کلان است نسبت به سایر گذرهایی که مربوط ناحیه 15 است، اما هیچ نوع توجهی از طرف شاروالی و نهادهای مسئول مربوطش تا هنوز در اینجا صورت نگرفته. پروژه پلانی است که پلان شده خود شاروالی کابل، پلان اصلاحی که ترتیب شده در اینجا، تقریبا بیشتر از 2450 خانواده در این پروژه زندگی میکنن یا در این گذر زندگی میکنن، اما متاسفانه که از تمام عرضه خدمات شهری و شهرنشینی اینا محروم هستند. با وجود از اینکه در قسمت پرداخت مالیه، در قسمت کتابچه های صفایی، اگر ما بگوییم که 90% تا 95% این ساحه مسائلش تصفیه است، امیدوار هستیم که ما اینمی آغاز از این پروژه را یا افتتاح از این پروژه که 400 متر طول داره، یک پروژه بسیار ناچیز است یا یک کار بسیار ناچیز است، اما این موضوع را به فال نیک میگیریم. امیدوار هستیم که سرآغاز سایر پروژه ها در ساحه گذر 21 باشه.
ساحه گذر 21 هم طوری که گفتم چون ساحه ساحه پلانی است تمام مسائل در ایجاد نظر گرفته شده. مثلا این قسمت شما ببینید تصویرش اگر نشر برسانید این ساحه کلینیک است مربوط به وزارت صحت است، تقریبا 2 جریب زمین مربوط کلینیک است، پایین ترش از این ساحه بانک است، او طرفش مکتب لیسه احمد علی کوزاد است، اما در دروازه نداره که حتی دیوار نداره. ساحه پارک در نظر گرفته شده، کمربند سبز دمی ساحه گذر 21 است که تقریبا بیشتر از 100,000 نهال اوجا قصد شدگی است، یک ساحه تفریحی است، اما بازم میگم که متاسفانه که توجه نشده. امیدوار هستیم که این پروژه یا آغاز افتتاح از این پروژه سرآغاز سایر پروژه ها باشه و بتونیم که در همین سالی که جاری است سال 1403 و سالهای آینده برنامه ها یا پروژه های دیگه را در این ساحه داشته باشیم. ما یک پروژه که نو جدید آمده این را به تمام شما مردم گذر 21 تبریک میگم، خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره. انشالله ما با اطمینان براتون میگم در آینده نزدیک انشالله پروژه های دیگر بیا در ساحه گذرتان و در ساحه دیگر گذره ناحیه 15 انشالله که اگه ناحیه 15 یا گلو پتیدن نواهی باشه انشالله که ما کوشش میکنیم. جناب رئیس صاحب مبارک است انشالله. الله خیر نصیب. جناب آقای صاحب عبدالله خوشمند هستم جان، وکیل صاحب نیازی هم افتخار ببخشم. میشه بعد آقای صاحب غفور خان هم همه تشکیل اعدا بکنم کنم خاری صاحب هم اجازه بدهم الله اجازه این کارم بکنم. جناب آقای صاحب و جناب آقای صاحب این ساخان هم آمده دست بکنید. جناب دگن وال صاحب هم میشه که افتخار از اینجا داشته باشند. حالا از جناب مامان صاحب پشمند هستم که نوار خطا بکنن. الله اجل سلی کنید. خب از همکارایی که پروژه شرکتی که در اینجا تطبیق کننده از این پروژه است، چیزی که ما برداشتم از چند روز گذشته یک شرکت بسیار کارا توانا یک شرکت مسلکی هستند و ما برشان از آدرس گذر 21 اطمینان میتونم که هیچ نوع مانع و مشکلات صدرهایشان نخواهد شد. بخیر سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اجازه بکنم. مبارک شاد باش ان شاء الله که بخیر و با خوبی استفاده بکنید. الله توفیق بیشتر نصیب کنه. آن از جناب محترم رئیس صاحب اون جهای شمال کاوه خوشمند هستم که جناب منیر صاحب رئیس صاحب پر افتخار و کلای ناحیه 15 که افتخار همه و کلای ناحیه 15 هستم که با اظهار سپاس از جناب آقای صاحب موسی خان که لطف کردن تحفه را به جناب منیر صاحب اهدا کردن. خب نام من نوید است،
باشنده گذر 21 پروژه شمال میدان کردن. جای افتخار از بسیار زیاد که چنین پروژه دی به امتداد طول 400 متر به پروژه شمال 21 از طرف شاروالی محترم کابل دایر شدند، یعنی برای مردم یک پروسه شغلیابی را ایجاد کردن، جای افتخار است. و به خاطر از اینکه قبلا مردم به بسیار مشکلات و پرابلم های گوناگون دچار بودن، مشکل عبدالوسیع باشه ملت هستم. بسیار خوش هستم که زبا کار پیدا شد. بسیار خوش هستم از امارت اسلامی. بسیار برای ما کمک شد که خانه شان آباد خیر ببینن، زنده باشن، بخیر باشن. اسم میر عبدالغفور مودودی، رئیس شورای مردمی گذر 21 نای 15. و اولین قدم سوالین بار است که پروژه در صاحب مخدق میشه و خوشحالی برده به شما دیدین از اینکه چقدر خوشحال بودن این مردم. ما تقاضا کردیم از مسئولین مربوط جلسات محترم شاروالی کابل نایی 15 هم شاروالی کابل و بزرگایی که دیجا تشریف آورده بودن که پروژه را باید ادامه بدن تا مشکلات دیده که مردم با اون مواجه است، با اون مشکلات مایل بیاد موفق شد و مشکلات مردم محل شد. به خاطر زیاد خوشحال هستیم از این پروژه. اسم آجی عبدالحنیف رحیمی است، رئیس شورای مسیر نبوی. از این پروژه 15 سال تیر شده. 15 سال پروژه اولین پروژه است که در ازی 400 متر به طول 400 متر چیز سرک نو شروع کردن که ساختمان جور بکنن. این پروژه بسیار پروژه کلان وسیع است که دارای بانک است، کلینیک است، مکتب است، چیز سپورتی است، کودکستان است. تمام از این نیمی ها چیز نیم ساختمان مانده، نیم چیز دیگه شام ساختمان شده گی است که این خود تا میبینی که امیاد موجود، یعنی جای کلینیک است، اون پشت سرش بانک است، اینی هم مکتب است. دیگه این پروژه بسیار در این طول 15 سال کدام اجراعات صورت نگرفته که این منافع مردم، منافع از این عزیز تمام شد. مگر توقع انتظار ما از شما بزرگا این است که
در قسمت مشکلات سرکا، کوچه ها، جوچه ها، مکتب، کلینیک، راه، پارک، همه چیزه، چون پروژه پلانی است، همه مسائلش در نقشه نظر گرفته شده. پلان اصلاحی که در شاروالی کابل موجود است، پلان اصلاحی که ساخته شده که از شمال میدان اگر نمرات توضیح شده شرکت لیگو گلوبل است، اگر نمرات وزارت دفاع است، اگر پی پی اس است، در مجموع شامل یک پلان اصلاحی شاروالی کابل شده. همش مربوط شاروالی کابل است. انتظار عزیز داریم که در باره سایر پروژه هایی که در اینجا مشکلات گوناگون اولی گذار 21 دارن در اینجا توجه شده.